دوباره به برنامه خوش آمدید. خانم فروتن، کمک رساندن به نیازمندان چی مکافات و اخروی دارد؟ در صورتی که اینا قصه کردن در پالی ازی که کمک نمی کرد، ضرر هم برای خانم فریبا می رساند مادرندرش. شریعت در این مورد چی حکم می کند؟ در مجموع ما یک نگاه اگر با آموزه های دینی داشته باشیم، تمامی از اینا رو می بینیم که آهنگ از مهربانی، از کمک، از اخلاق والا، ارزش های انسانی، تمام از اینا آهنگ ترین انداز چنین آوای مهربانی را می نوازه. خب ما اگر نگاه داشته باشیم به احادیث پیامبر، اگر می بینیم، اگر مشخصا اگر ما احادیثی که فعلا مشخصا با سندش بیادم است، در نهج الفصاحه صفحه 145 اشاره داشته به این که میگه پیامبر مکرم اسلام فرمودن که خشمگین نشو، چرا که خشمگیری مایه فساد است. ما زمانی می بینیم بی‌رحمی مادر از اینا در وقت بود که نا بیشتر فکر میکنم از فضای خانه به هر شکل بوده، اونا خشمگینی خودشان بر روی از اینا به هر حال خودشان تخلیه روانی میکردن. از آنجایی که ما میبینیم یک خشونت با توجه به این وضعیت طبق حکایت خودشان، خشونت خانوادگی است. ما زمانی که میبینیم خشونت، میبینیم که عبارت از هر بدرفتاری هست، بدرفتاری شامل میشن بدرفتاری روانی را هم، بدرفتاری فیزیکی را، بدرفتاری روانی. اینا به حد از مادرشان میترسیدن که میگفت لرزه به اندام مفتید. بدرفتاری روانی شامل تهدید، ارعاب، تخویف، تمام از اینا رو که ما در نظر میگیریم، به هر حال اینا رو تحقیر و توهین به هر شکلی اونا از خودشان نشان میدادن، و از طرف هم خب بدرفتاری فیزیکی رو هم که خب خودشان حکایت کردن، خب امو آخرین درجه بدرفتاری رو اگر بگویم در حد وسطش حداقل در افغانستان بر از اینا ایر روا داشتن. اما که زمانی که ما نگاه به آموزه های دینی داشته باشیم، خب احادیث در مجموع آموزه های دینی که آمده حدیث در مورد یک مسئله گفته، اما صرفا مخاطب از او یک مورد خاص نیست، حکم از او یک حکم مطلق است. مثلا از پیامبر مکرم اسلام در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 132 252 در اینجا روایت شده، میگه جبرائیل، متن روایت دو قسمت است، میگه جبرائیل برادرم به من به حد راجع به زن و دختر به من سفارش کرده که من فکر میکنم که حتی طلاق دادن زن جایز نیست. پیامبری را میگه، یا در حد دیگه جای دیگه را میگه، ما چیزی را که تا کنون در روایت و بر اساس صراحت آیه قرآن داره، میگه اوف گفتن بر والدین نگرن للوالدین احسان، ما به این شکل شنیدیم. اما پیامبر بر اساس امی روایت در صفحه 100 بر جلد 14 مستدرک الوسائل باز هم روایت میکنه، میگه به حد راجع به می خوشرفتاری زن بر ما، میگه به حد تاکید شده از طرف جبرئیل برادرم، که میگه من احساس میکنم که حتی بر زن نمیتونیم کلمه ملالاور اوفا بگیم. خب زمانی که مسئله رو بر همسر تاکید میکنه، خب به طریق اولی نسبت به مادر، نسبت به تمام انسان ها تاکید میکنه که ما نمیتونیم نسبت یک موجوده که خداوند به عنوان یک رکن و یک پایه هستی او را آفریده، به عنوان یک زن که میتونه در نقشای مختلف باشه تا اینکه میتونه او به رشد میرسه، یک زمان است به عنوان دختر است، مادر است، همسر است، به اونجا تا اون مرحله رک میرسه، نقشای مختلف را انسان ها تجربه میکنه. خب طبیعتا زمانی که میبینیم که زمانی که بی‌رحمی صورت میگیره، یعنی ای که ما به یک رکن اصلی اسلام که مو پابندی به اخلاق است، ما به او پابند نبودیم، طبیعتا این مکافات خودش در آخرت داره. خب ما منظومه دینی ما را زمانی که سعی میکنیم صرفا اعتقادات نیست که باید فرد رو بگویم مسلمان است، که فرد زیاد مثلا بگویم من زیاد خدا را دوست دارم، پابند به خدا هستم، هر کلمه که خودش تکان بده بگه به خدا قسم، زیاد قسم یاد کنه، بگویم اعتقاداتش بسیار قوی است. یا اگر ببینیم یک فرد رو بیره 24 ساعت به سر سجاده شیشه باشه، یا همیشه امساک داشته باشه و همیشه روزه بگیره، اینا هم نمیتونیم بگویم بسیار انسان فوق العاده است، متدین به معنای واقعیش است. یا صرفا میبینیم که صرفا اینو تا دارم، اعتقاد دارم، زیاد نماز روزه میخونه، اما اخلاق نداره. مادر از اینا واقعا از لحاظ اخلاقی اگر که بگویم با توجه به احادیث که تا چه حد قدر منزلت داره یک زن، یک دختر در ارزش های دینی، به او اندازه پابند نبودن، و طبیعتا اینا میبینیم که نقص کردن این موارد در این آموزه های دینی، یعنی یک رکن اسلام که امو اعتقاداتش در نظام ارزشی اسلام اخلاق بوده، مادر از اینا پابند نبودن، و طبیعتا اینا مکافات اخروی خودشان داره. ممنون خانم فروتن. حالا آثار خشونت کاملا نمایان است. قانون با این گونه اشخاص، منظور ما از عاملین قضایای ضرب شتم است، که باعث معلولیت دائمی شخص میشه چی است؟ در رابطه به ضرب شتمی که به معلولیت بیانجامه،
معلیت دائمی. در این قانون من خشونت علیه زنا ماده 22 زی صراحت داره و ایره معول می سازه به قانون جزا که در رابطه ما از مواد 407 الی 410 قانون جزا این مسائل پیش بینی کرده که مجازات مشخصتر بر از او در اونجا صراحت داره. اما یک موضوع دیگر ما میخواستم که اینجا یادآوری بکنم که بیشتر وقتی که ما حکایت از این خانم ما میشنویم، نمیفهمیم در کدام سن قرار دارن، بیشتر خشونت هایی که علیه زی روا داشته شده اما حقوق طفل مورد صدمه قرار داده و از لحاظ دیگه حقوقی را که من حیث یک فرد معلول یک جامعه داشته اونا را بیشتر لدمت وارد کرده علیش. یعنی خشونت علیه زن بیشتر در اینجا تحقق پیدا نکرده، یعنی از یک دیدی که چون اینا این خواهر دیگه داشته، مادرش در اونجا بوده، زندگی میکرده من حیث زن در او فامیل، ولی بیشتر خشونت من حیث علیه زی روا داشته شده من حیث یک طفلی که معلول بوده. بخاطر از این که پدر از این جز عملی را انجام داده که میتونه خشونت تلقی شد علیه مادر از این، اما نه علیه ازی بوده و تمام اعمالی را که خلاف قانون علیه ازی به وقوع پیوسته از طرف مادرندر ازی بوده به عنوان یک طفل معلول. کنوانسیون حقوق طفل، کنوانسیون حقوق معلولین که با این کنوانسیون ها دولت افغانستان ملحق شده و مطابق به قانون اساسی افغانستان مکلف به رعایت ازی بوده و همچنان قسمی که یادآوری کردم در قانون منع خشونت علیه زنا و قوانین جزایی افغانستان همین مسائل پیش بینی شده. آقای رسولی، کمیسیون در برابر این گونه قضایا که بر مبنای شکایت در کمیسیون درج می باشند تا چی حد رسیدگی می کند؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس ماموریتی که داره انکشاف مسائل حقوق بشری، حمایت و نظارت از نقض حقوق بشری، یکی از مکلفیت‌هایشان است که کسایی که حقوقشان در مراجع زیربط رسیدگی نقض میشه، به او رسیدگی نمیشه در میاد قانونی یا به طور عادلانه، در صورتی که شهروندای ما به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مکلفیت داره تا این موضوعات در مراجع مربوطه بر اساس شکایت شاکیا و یا آریزین رسیدگی بکنه. بنان هرگاه چنین موضوعات به کمیسیون حقوق بشر مراجعه بکنه، کمیسیون میتونه اینا را مساعدت حقوقی بکنه، مشوره های لازم برشان ارائه بکنه، در مراجع زیربط قضایا را تعقیب بکنه تا اینکه احقاق حق نسبت به شاکی یا متضرر صورت بگیره. قسمی که ما چنین قضایا را در کمیسیون حقوق بشر ثبت داشتیم و همواره تلاش میکنیم تا احقاق حق نسبت به شهروندای ما یا آریزین به کمیسیون حقوق بشر صورت بگیره. بنان این ما مکلفیت خود میدانیم که در صورتی که اینا مراجعه بکنن به کمیسیون و حقوق از اینا چون مرجع اول رسیدگی خود مراجع زیربط و زیصلاح در رابطه با قضایای جزایی و جرمی وجود داره و در دولت است، در صورتی که اینا حق از اینا را نقض میکنن و به شکایت از اینا رسیدگی نمیکنن در اسرع وقت، یا عدالت نسبت به اینا روا نمیدارن و یا بعضی ملحوظات دیگر مثل تبعیض و یا فساد اداری و یا ملحوظات دیگری که در ادارات دولتی وجود داشته باشه برای اینا رسیدگی صورت نگیره، ما میتونیم اینا را حمایت بکنیم با مساعدت های حقوقی خود، با مشوره های لازم و یا هم مراجع شخص خود ناظر کمیسیون حقوق بشر و مراجع دولتی تا ای که اونا را مکلف بسازیم در روشنایی قانون که نسبت به اینا احقاق حق صورت بگیره و این مکلفت کمیسیون حقوق بشر افغانستان. آقای رسولی، خانم میری، مسئولیت پدر در مقابل فرزندانش چی هست؟ تفاوت نهاد خانواده با سایر نهادهایی است. ما در هر جایی که جمع میشیم، خب به هر حال بر اساس یک هدف همگی جمع میشیم، مثلا به خاطر تدوین همین پروگرام، به خاطر اینکه این برنامه را به نشر شما برسانیم، یک جمع با هم دیگر جمع میشیم، صرفا یک ارتباط فیزیکی در اینجا وجود داره که همگی دست به دست هم تا به عنوان یک سیستم به خاطر یک رسیدن به یک هدف مشخص. اما نهاد خانواده یک تفاوت اساسی دیگه ای داره، افراد در کنار هم قرار میگیره در جهت دیگه که بتونه به یک هدف برسه، اما این رابطه صرفا یک رابطه فیزیکی نیست، رابطه بار عاطفی داره. در اینجا همگی در اونجا در زیر یک صف قرار میگیره که نیازهای
عاطفیشان در اونجا برآورده شود و مأمن و یک پناهگاه باشه برشان. با توجه به این تعریفی که ما از نهاد خانواده میتونیم داشته باشیم، با توجه به آیات قرآن کریم که پدر به عنوان مدیر و مسئول خانواده با توجه به ویژگی های فیزیکی که داره پدر مسئول قرار داده، چند وظیفه در اینجا بر والدین و اخصا برای پدر میتونیم ما بر بشماریم و در مجموع از قانون خانواده خود مسئولیتش گفتم برمیگرده به پدر. اول دفعه اجتماعی کردن کودک است. کودک به شکل بار بیاره که از اعتماد به نفس فوق العاده برخوردار باشه، یعنی کودک از سلامت روانی در اینجا برخوردار باشه، تامین نیازهای عاطفی فرزند، مراقبت از فرزند که صرفا مراقبت از فرزند نمیتونه، یک بخشش میتونه نفقه باشه، یک بخشش میتونه مسکن باشه، حمایت های عاطفی فرزند به شکلی که باید دیگه فرزند از لحاظ روانی گفتن که باید فرزند کاملا سالم باشه، یعنی سلامت امروز WHO می تعریفی که صحت داره اوس که تعادل روانی و جسمی فرد برخوردار باشه، و صرف هم حمایت فرزند در مقابل خطرهایی که ممکن متوجه او باشه. این تا زمان است که فرزند تحت تکفل والدین خود قرار داره، این جز مکلفیت های والدین است که باید این وظایف خودش انجام بده. و ما قسم از لحاظ شرعی می خوایم یک نظر دیگه داشته باشیم. ما زمانی که یک نگاه می داشته باشیم به احادیثی که بر ما رسیده، یک حدیث داره از پیامبر اسلام که در کتاب های مختلف در صحیح بخاری، در سنن ابن ماجه، هم قسم در نهج الفصاحه، کافی، به تمامی از اینا یک حدیث متواتر است روایت شده، میگه با فرزندتان زمانی که صحبت میکنین کوشش کنین حتی در گفتار فرزند تانه شما با تکریم با او صحبت کنین، یعنی احترام کنین به او فرزند. امام سجاد میفرمایه میگه فرزندتانه آنچنان تربیت کنین و قسم بر از او رسیدگی کنین زمانی که میگه او در ملای عام در اجتماع زمانی که ظاهر میشه او جز یک نوع جز کمالات شما، جز یک تجمل خانوادگی شما. من شاید واژه من کاربردش زیاد درست نباشه، میگه زمانی که فرزند شما در بیرون میگه او ظاهر میشه باعث افتخار شما باشه. خانواده ای که خدای نخواسته دچار آشفتگی باشه و پدر و مادر نتونه مکلفیت هایشون به شکل درست، من اینجا که میگم بیشتر با یک نگاه بدید به مسئولیت یک پدر دارم، با توجه به همین قضیه دچار آشفتگی باشه طبیعتا نمیتونه مطابقی حدیث برخورد داشته باشه و کارکرد یک خانواده را به اون معنای استاندارد شما قسمی که در آموزه های دینی برای او تاکید شده، در متون حقوقی ما را قسمی که برادرای ما هم اشاره داشت و یک مسئله کاملا مسلم و نیاز به بحث هم نداره، کمگی از اینا برگرفته از ارزش های دینی است، نمیتونه کار کرد خود به شکل درست هم اضافه کنه. یک حدیث دیگه هم که در سنن ابن ماجه جلد اولش صفحه 638 و 639 در اونجا اشاره شده، میخوایم که خالی از ثواب نخواد بود که در اینجا ذکر شوه، در اونجا آمده یک حدیث بسیار زیبایی را بیان کرده که کمتر علمای دینی ما بیشتر روی احادیث کمتر ما نور داده میشه. گفته که فردی که اونجا نام از مرد برده اما زمانی که خشونت مطرح میشه او مطلق افراد شامل بشه، زمانی که میگه کسی که بر زن خود خشونت در روا میداره، میگه خداوند به نگهبان آتش دستور میده که در روز قیامت 70 گرز آتشین بر گونه های و منظورش هم سیمایش است میگه به او بزنه، و کسی که میگه بر موی یک زن مسلمان میگه دست مندازه، خداوند میگه با میخای آتشین بر دستای از او در روز آخرت میکوبه. این نهایت عقاب و مکافاتش نشان میده که در روز آخرت فردی که نمیتونه خشونت روا میداره متوجه او فرد میباشه. مرمر خانم فروتن، خب فریبا جان، میشه که با ما قصه کنی بعد از او چی شد، بعد از اینکه خب شفاخانه رفتی و آمدی بستری شدی، در خانه بستری شدی، دیگه چی گپ شد، میشه که با ما قصه بکنی؟ من از او بگم شفاخانه گرفت ما میدم دیگه، زیاد وقت و ممرای مادرم روی خود نداشت، برادر که داشتم او مربطه در اردوی ملی رفته بود که از دیگه نداشتم. برادره که در اردوی ملی رفته بود؟ بله، او در اردوی ملی رفته بود دیگه، او هم فوت کرد در جنگای اردوی ملی. پدرم هم دیگه چند وقت بود بعد از او دیگه تا پدرم بود امیر قم بودم، پدرم هم فوت کرد بعد از او دیگه من مادر پیش مادر اندر ماندم، مادرم هم فوت کرد، مادر اندرم با ظلمش بکی سرم، یعنی در طول چند سال پدر مادر برادر هر سیشان فوت کردن؟ بله، من که گریان میکردم جانم درد میکرد، پس از او دیگم بس دیگم سلزم وقتا لطکوب میکرد، پس از لطکوب دیگم مرا یک روز زیاد دیگه رقم چی میکرد میزد کش نمیماند یا چی، خود طاقت میکردم مگم درد طاقت کده نمیتونستم گریان میکردم، پس میگفت اولاده این بیدار میشه گریان نکو، پس میزدی که میزد پس ما خود
میگفتم جانم درد دارم، من گریان میکنم، نه گریان ندارم. پس از دیگه من میگفتم کجا برم، هیچ جایی ندارم. وقتی که من چیز که مادر اندر دیگه انجام میداد سرم، یک مادر اندر چقسم میباشه رویش بیکی سرم سچن شد، زیاد روزم بد کرد. باز بالاخره مرا یک روز بیرون کشید. از خانه بیرون کشیده؟ بله، مرا که زیاد گریان میکردم چیز مرا گفت برو دیگه، حال که مادر تو نیست، پدر تو نیست و خوال نگاهیت نمی کنم. بله، برو مرا گفت برو هرسو که میری مفتو میت جایی ندارم، من کجا برم؟ گفت هر طرف میری به ما به کار نیستی، برو. گفتم مرا زیاد لطو کوب کرد، زد از اولی مرا بیرون کرد. مرا که بیرون کرد بر آمدیم به سوزو دیگه. کجا را آمد کرد فریبا جان؟ اونا مرا پشت اولی من گریان داشتم. امی یعنی که از اولی بیرون کشیده؟ بله، از اولی بیرون کشید. ام سایی ما بود، اونا کمکم کرد. مرا گفتم که این رقم رست، اونا خبر داشت و از روزم باز مرا آوردن در حقوق بشر. از حقوق بشر باز کمکم کردن در اینجا مرا. تشکر، تشکر فریبا جان. تشکر از شما. نباشین آقای رسولی، آمار و حرکاتی که در مقابل فریبا جان صورت گرفته آیا عد که حرمت انسانی نیست؟ دقیقا قسمی که من قبلا اشاره کردم که هر کس حق داره با احترام و شکل انسانیش در یک جامعه زندگی بکنه. تمام مواردی که علیه صورت گرفته از ابتدا تا به انتها تمام حقوق از زیر لطمه وارد کرده. مثلا حق احترام بره از اینا من حیث یک انسان، حق گشت و گذار، حق غذا، حق دسترسی به صحت، حق گشت و گذار، حق ابراز نظر، حق دسترسی به مراجع زیرب به خاطر احقاق حقشان، عدم استماع شکایت و یا مشکلات از اینا. تمام مواردی است که یک انسان و یا یک من حیث یک شهروند در یک جامعه انسانی باید از او مستفید شوه. اما تمام مسائل که ما تا به هنوز شنیدیم، تمام حقوق از اینا نقص شده و دسترسی به زور نداشته. قسمی که اینا اشاره کردن که اینا غذای مناسب نمیتونستن دریافت بکنن، به مسائل صحی دسترسی نداشتن، به شکایت از اینا کسی استماع نمیکرد و سایر مواردی که من حیث یک انسان که شایسته یک انسان است اینا به دسترسی نداشتن. تا من از متاسفانه آقای رسولی. خانم فروتن، آلا فریبا جان بی پناه است، آیا میتونه از میراثی که از پدرش برش مانده در تصرف مایندرش از برش برسه؟ پدرشون که فوت کرده آنچه که ما داریم مسلم، اما دقیقا آیه به یادم نمانده، اما آیه مفصل را داریم که میراثی که از میت به جا میمانه مگر او چیز را که در زمان حیات خودش مشخصا از یک سلس از او به سه قسمت تقسیم بشه، یک قسمتش فقط پدر میتونه کوره در زمانی که خودش در حیات است او را در وصیت نامه خود نوشته کنه، مثلا وقف و یک چیز دیگه کوره، دو سه و به دیگش بر اساس قانون. قانونم برگرفته از آیات سریع قرآن است که مشخصا در بخش چی حداقل ما هیچ گونه کدام مشکلی نداره، ما به سهم ارث خود مشخصا اینا میتونن برسن و قوانین را هم که داریم میتونن بر اساس قوانین ما در کشور ما نافذ است به او سهم خودش دست پیدا کنه. و در آیات قرآن هم مشخصا سهم دختر بیان شده که نصف سهم یک پسر است، به اون اندازه میتونه که از او سهم برخوردار شود. ممنون خانم فروتن. آقای رسولی، شما چی رای را برای خانم فریبا پیشنهاد میکنید؟ قسمی که ما میبینیم در جامعه افغانی و در نظام سیاسی ما مراجع مختلف حمایوی وجود داره و مکلفیت ها هم طبق قانون بر اونها راجع شده. ابتدا دولت مکلف است که اینا را من حیث ادبایشان، من حیث شهروند مورد حمایت قرار بدن و زمینه تمام دسترسی به حقوقشان را مساعد بسازن من حیث یک شهروند. و همچنان مؤسسات و نهادهای حمایوی به خاطر حمایت از حقوق معلولین و یا افراد بی سرپناه وجود داره، اونا میشه که اینا را مورد حمایت قرار بدن و حتی میتونن به کمیسیون حقوق بشر مراجعه بکنن، کمیسیون حقوق بشر اینا را معرفی بکنه و بعضی نهادهایی که در این راستا کار میکنن، مثلا وزارت امور زنان وجود
موجود است و یکی از مکلفیات حمایت از حقوق خانم ها است. شلترها وجود داره، خانه های مسئول وجود داره، امن وجود داره و بعضی نهادهای و مؤسسات خیریه ای که میتونن بر از اینا حرفه ها نظر به توانیشان ایجاد بکنن، اونجا باید مراجعه بکنن و اونایی را مورد حمایت قرار بدن تا ای که بتونه حداقل از حقوق انسانی خود برخوردار شود و بعضی حرفه ها را فرا بگیره تا ای که ادامه حیات بکنه. و اینا توانمندی دارن، استعداد دارن، میتونن که از استعدادهای فکری خود و فیزیکی خود استفاده بکنن برای ادامه حیات خود. و بعضی نهادهای دیگه وجود داره و بعضی زمینه ها وجود داره که اینا را میتونن خودکفا بسازه تا ای که اینا متکی به کسی نشن. ممنون آقای رسولی. این بود برنامه کنونی نقاب. با امید از این که دامنه خشونت از خانواده ها برچیده شود، برنامه را به اینجا به پایان می رسانیم. الله مددگارتان، شبتان خوش.